باید نظام فکری ایران شهری رو، نظام فلسفی ایران شهری رو تبدیلش بکنیم به مبانی حقوقی جامعه ایرانی. یعنی نظام قانونی ما باید استوار بر نظام ایران شهری بشه و برای این ما باید عملکرد سیاسی داشته باشیم. برای اینکه این عملکرد سیاسی رو بتونیم داشته باشیم، نخست باید مبانی فکریش رو مستقر بکنیم. این اون چیزی هستش که در طول یک سده گذشته به ویژه به اندازه بسنده روش کار نشده. این وضعیت ماست، یعنی اشغال شدگی تمدنی اصولا درک نشده و فلسفه‌ای هنوز پدید نیومده که این اشغال شدگی تمدنی رو در تمامی ابعادش تبیین بکنه و بهش بیان فلسفی بده. اینی که انسان طراز ایرانی اصولا در یک عرض مفتوحه داره زندگی میکنه، اینی که نظام‌های سیاسی ایرانی فارغ از اینی که یک تک فردی حتی ممکنه در یک لحظه مشخص تاریخی در رأسش قرار بگیره که ایرانی می‌اندیشه، مانند رضا شاه، این نافی اون نظام ضد ایرانی مشروطه که اون فرد اومده درش قرار گرفته نیست. زمانی این گسست قادسیه و این گسست تمدنی برچیده خواهد شد که مبانی حکومت در ایران برگرده به تیسپون، یعنی نظام سیاسی ایرانی تبدیل بشه به یک نظام سیاسی استوار بر دیانت زرتشت و سیاست ایران شهری. یعنی این دوتا ستون تمدن ایرانی هستند، بخش نرم افزاریش و بخش سخت افزاریش. بنابراین تا زمانی که هنوز اسلام در ایران قدغن نشده و به واسطه نسبت سلبی مطلق نظام جمهوریت با نظام سیاسی ایران شهری جمهوریت در ایران قدغن نشده، اصولا سخن از ایرانیت گفتن، از ایرانی زیستن، ایرانی اندیشیدن محلی از اعراب نداره. یعنی شما باید هم در نظام ایمانیتون ایرانی باشید و هم در کنش سیاسی و عملکرد سیاسیتون ایرانی باشید، چون ایران یک تمدنه، ایران زیر بته به عمل نیومده، ایران دارای مبانی فلسفی معینی هست، یک حضور تاریخی و تمدنی ملموس و تعریف شده داره و وقتی شما ارکان این تمدن رو تبدیلش نکنید به زیرساخت اجتماعی خودتون، مسلماً اگرچه در جغرافیای ایران دارید به سر میبرید، اما در ایرانگی به سر نمیبرید. این چیزی هستش که بسیاری از ایرانیان متوجه نیستن. چرا؟ به این خاطر که البته طبیعی هم هست برای عوام، به این خاطر که به واسطه زیستنشون در جغرافیای ایران این توهم براشون به وجود میاد که در ایرانگی نیز به سر میبرن و این به خاطر فقر فلسفی ماست و به خاطر عدم وجود همان فلسفه ایران شهری هستش که بیاد این گسسته قادسیه رو صورت بندی بکنه. یعنی بعد از کسانی مانند کیخسرو اسفندیار در عصر صفوی 200 سال طول میکشه تا یه نفر فرضا مانند آخوندزاده پدید بیاد و این دنبالش گرفته نمیشه. یک بخشش رو فرضا میاد میرزا آقا کرمانی ادامه میده، یه بخشش رو هدایت، ولی اون عمق بایسته، یعنی یه نفر بیاد که گردن کلفتر از خود فرزند کیخسرو اسفندیار باشه، یه نفر بیاد که گردن کلفتر از خود آخوندزاده باشه، این پدید نمیاد. و تا زمانی که ما این دستاورد نظری رو نداشته باشیم، شک نکنید دگرگونی های اجتماعی هرگز و هرگز به اون ایرانیتی که مد نظر ماست نخواهند انجامید و این فضایی است که ما الان درش داریم به سر میبریم.